داریم روی فیسبوک، برای این هستش که که صحبت از خانم ستوده کردن و ایشون رو به عنوان یک مارکسیسم اسلامی جناب دریاوش آمدن و مطرح کردن و دلیلش این هست که مدیا نتورک به زبان به کلمات انگلیسی نوشتن در حال حاضر میتونه از اینها حمایت بکنه برای اینکه یک روند سیاسی رو همخوانی دارند با اون با خانم ستوده که دوست عزیزمون در حاضر آنچه که دریابش بر روی کامنت فیسبوک گذاشته و خواهش میکنم که دیگر دوستان نیز خجالت نکشن و کامنت ها خودشون رو بزنن که ما بتونیم آنچه که دوستان نیز میگویند رو نیز بتونیم بیان بکنیم. یعنی به هر حال آنچه که پاسخ من بود به عنوان یک نماد ملی، ولی به هر حال این دوستان میگویند که همخوانی داره از نظر مارکسیز و نیو مارکسیز و اصلاح طلبی و آنچه که در حال حاضر در ایران هست که بدنه قدرت که فرق بین اصلاح طلب و اصولگرا نیز همجور که فریاد میزنن اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم ماجرا، فرزندان کوروش این هم باید به یاد داشته باشیم یکایی که اینها گنجی ها که پونز بر سر و پیشانی دختران فرو می کردن الان جا و مکانی برای خودشون دارن. همینطور یکایی که افرادی که انقلاب فرهنگی رو که عبدالکریم سروش در حال به عنوان یک روشنفکر اسلامی به اصطلاح روشنفکر اسلامی در حال حاضر به عنوان یک پروفسور در دانشگاه یا کدیور یا غیره در حال دو تا بیت هستن دارن تدریس میکنن در خارج از کشور و حلجی ها و غیره که خانمشون میلیاردها دلار از مملکت به یغما بردن. افراد برحال افرادی هستن که در خارج از کشور به گونه نمادین استمرار طلب اصلاح طلب حالا میتونیم اینها رو در رسانه های وابسته یافت کنیم به عنوان گوینده و مجری و سیاست های رسانه ای رو به پیش ببرن که نامی از اسلام برده نشه، پولیتیکلی کورکت باشه و اینی که همخوانی داشته باشه، همرسایی داشته باشه با آنچه که آنان سعی برندن با میلیاردها دلاری که دارن خرج میکنن مردم رو به گونه‌ای به حاشیه برانند به جای اینکه امید آنان تفکری باشه و ندای آنها سلطانی باشه و پویای آنها بختیاری باشه آنها رو به حاشیه براند.